چیز جزئی، خیلی چیز جزئی. الان مثلا برای ببین سنگفرد رو هست و به هر حال گیریم میان برای اینا یه تغییرات کوچیکی شده، خب احساس نگرانی میشه تو جامعه. قابل درکه با همین که تلاش خیلی خوبی انجام شده، این طرح ساماندهی نوسازی این معابر و این منطقه اگر اشتباه نکنم از سال 1383 تو شورای اسلامی وقت اون زمان به قول معروف اینو تصویب شد. حالا چرا به اجرا در نیامد در زمانش اینکه آقای دکتر احمدی نژاد و عزیزان دیگه که شهردار بودن، حالا بعد چند سال این پروژه از تابستان 1399 اجرا شده. خب یه ابتداءاً یه تفاهم نامه و اعلام کردن با شورای خلیفه گری که میخوان خب اینجا بهسازی و نوسازی بشه. خب به طب شورای خلیفه گری اون بودجه لازم رو نداشته و الان شورای اسلامی شهر تهران و شهرداری منطقه 14 و سازمان بهسازی رو لطف کردن در اون ردیف بودجه که مربوط به بهسازی و مرمت آرامستان ها هست استفاده کردن و اینجا رو یه تغییراتی انجام دادن که خود شما ملاحظه میکنید که تقریبا 70% پروژه انجام شده، یه 30% هم مونده. بحثی که در جامعه پیش اومد و نگرانی که ایجاد شد بحث نظارت بود، ولی خب گله ای که هست اینه که اینجا نظارتی که از سازمان میراث فرهنگی یا اینکه از شهرداری سازمان نوسازی شهرسازی و نظارت کافی و دقت بیشتری میشد کم بوده. امروز اومدیم از این بازدید میدانی، خب دیدیم نکاتی بود خدمت عزیزان عرض کردیم و امیدواریم و مطمئنن میدونیم که این مسئله که عرض کردیم و نکاتی که ما دیدیم اینا برطرف خواهد شد و نگرانی که تو جامعه بوده برطرف میشه. ما با دوستان از روز اولم مطرح کردیم که باید هر کاری که میخواییم بکنیم اون نگاه میراثی رو و تاریخی رو باید واقعا مراعات بکنیم، یعنی ما اون و هویت این آرمستان رو باید کاملا حفظ بکنیم و تمام کارهای عمرانی که میخواییم اینجا انجام بدیم باید کاملا با اون اسلوب مرمت میراثی باید همخونی داشته باشه. این تفکر انجام شد ولی چون حجم کار خیلی زیاد بود یه صدمات خیلی کوچیکی بوده که البته تقصیر نه پیمانکارا بوده. ببینید بعضی این سنگ ها واقعا فرسایش پیدا کرده، بخوایم نخواهیم صدمه هست. اینه که ما البته برای پروژه بعدی ما باید حتی سنگ های قبلی که واقعا ارزش معماری میراثی داره ما اینا رو هم حتی وظیفه داریم که بازسازی بکنیم. زیاد مطرح شده و عکسش هم همه جا چی شده، اینو پخش شده. این صدمه ندیده، این تقریبا اینجا یه دونه آرماتوری هست، این زیر این آرماتوریه که این باید توی این قرار بگیره به این صورت. این الان وایستاد اینجا. خب اینو ما خودمون گذاشتیم پایین که نشکنه. ببین این الان ما در آوردیم چون شل بوده گذاشتیم اینجا و این یکی رو هم باید اینا همه در میاد. ببینین اینا چون این جدید نیست، اینه که این رسانه‌ای شده بود میگفتن اینو شکوندن و اینا. ببینین هیچ کدوم شکسته نیست، فقط اینا باید واقعا مرمت بشه. اون صلیبا ببینین من فکر نمی کنم که اینها اگر چیزی هم افتاده یا مسئله پیش اومده برای این سنگا از قصد بوده. بعضی جاها مثلا برای مثال این رسانه‌ای کردن اون سنگو که اینو شکوندن، اون اصلا سنگ قبر نیست. این صندلیه، این صندلی سنگیه.
اینه، ببینین اینو، این اصلا صندلی، اون دو تا ستون پایه هاشه و اونم صندلیشه. این کلیسا تقریبا 6 ماه پیش کاملا داشت تخریب میشد، دیواره باربرش کاملا صدمه دیده بود، شیروانیش صدمه دیده بود، که دوباره از شورای خلیفگری با تمام منابع خودش اینجا بازسازی کردن. در خصوص تغییر میدان اطلاع دارم، چون نقشه های سال 1347 نشون میده که اون میدان به نام میدان ارامن است. من در این خصوص نامه نگاری کردم با رئیس محترم شورای اسلامی شهر تهران جناب مهندس محسن هاشمی و امیدوارم که در پاسخ به این نامه که زدم اینه که دلیل تغییر نام چیه. حالا شاید دلایل قانع کننده بود یا اینکه شاید این در حد یک پیشنهاد باشه. و یه نامه هم به آقای دکتر مونسان وزیر محترم میراث من نامه نگار کردن، در خصوص اینکه حالا ای کاش که این پروژه‌ای که انجام میشد با دقت، چون اینجا این بافت قدیمی اواخر دوران قاجار این محوطه و این آرامستان تشکیل شده، با توجه به اینکه نگرانی هایی که پیش افراد فرهنگ دوست، چون میبینید که اینجا بخش از تاریخ و هویت فرهنگی کشورمون هست، اون در نگرانی که در ابن بابویه، تخت فولاد اصفهان و دیگر جاها این به هر اون آسیب هایی که تو محوطه شد، ما اون نگران اون هستیم که اینجا سرنوشت اون مراکز رو دوچار نشه. خوشبختانه من تو این بازدید ندیدم که تخریب صورت گرفته باشه، آسیبی دیده باشه. تقریبا در یک مرحله است و این که 30% مونده و تموم میشه. در خصوص آرامستان ارامنه، در بیرون از آرامستان، خب اگر در چند مرحله است ما اطلاعی نداریم، بهتر اونجا پیاده راهی که میخوان درست کنن، در خصوص اون پیاده راه هم خب حالا باید یه سری تسهیلاتی بزنن که افرادی که به هر حال میخوان که بیان آرامستان و زیارت قبور، خب بعد اون راحتی به راحتی دسترسی داشته باشن.